سلام و وقت بخیر خدمت همه عزیزان، ان‌شاءالله حالتون خوب باشه و سلامت باشید و این گام‌های آخر نزدیک به کنکور 1402 رو خیلی محکم بردارید. در خدمتتون هستم با تحلیل فیزیک کنکور 1400 خارج کشور رشته تجربی که میتونم و درخواست شما بوده و میدونم قطعا تو این روزا به کمک حال شما باشه و یک مرور خوبی هم داشته باشید. قطعا این آزمون رو خیلیتون بررسی کردید تو این روزها و نیاز به تحلیلش دارید. فقط من یه توضیح خدمت شما بدم، یه سری از مباحث حذف شده، خب دیگه توی کتاب درسی شما و توی کنکور 402 نمیاد. یه دو تا سه تا سوال اینجوری داریم که من اینا رو میگم و حذف میکنم دیگه، تدریس و حل نمیکنم اینا رو. شروع کنیم به بررسی سوالات، ببینیم وضعیت چجوریه. سوال 206 بچه ها از فیزیک دهم بود، همون مباحثی که گفتم کنار رفته و دیگه وجود نداره و برای شما مطرح نیست. این 206 حل نمیشه. بچه این ریاضی میتونن اینو حل کنن ها، چون که مال قانون گازهای کامله. اما 207، پس روند سوالات دفترچه رو میخوام بگم بهتون. نگاه کنید، دو سال اینجوریه، سوال اولو یه سوال ساده میندازن، خیلی ساده، یا تعریفی یا یک محاسبه خیلی ساده، بعد از اون میره توی فیزیک 12 و ادامه پیدا میکنه، 12، 11، 10. دو سال اینجوری، ولی خب الزامی نیست اینجوری بازم تکرار بشه، یعنی ممکنه سیستم یه جور دیگه باشه، ولی خب دو سال روند اینه. سوال 207 یه سوال از حرکت شناسی، میگه نمودار سرعت زمان متحرکی که روی محور ایکس حرکت میکند مطابق شکله. ما سرعت زمان میبینیم، چیزایی که به درد ما میخوره، شیب نمودار که میتونه به ما شتاب و شتاب متوسط رو بده، متوسطش وقتیه که بین دو تا لحظه باشه شیب بگیریم. مساحت زیر نمودار برای ما میتونه جابجایی و مسافت ها رو برمغان بیاره و بعد از اون هر خواسته دیگه ای مطرح بشه. و بچه ها بالای محور زمان وقتی که سرعت مثبت باشه، جهت حرکت در جهت مثبت ها، و وقتی که زیر محور زمان باشه نمودار ما، مثلا اینجا مثل این شکلی که داریم، سرعت منفی خلاف جهت محور ایکس حرکت میکنیم. حالا گفته کدام مورد درسته؟ الف، جهت سرعت و شتاب در لحظه T1 تغییر کرده. T1 رو نگاه کن، دریاب T1 رو. T1 رو اگه دقت کنی توی لحظه T1 شیب خط مماس صفر میشه، خط افقی میشه، اینجا شتاب صفر خواهد شد. اما آیا علامت سرعت هم عوض میشه؟ خیر، عوض نمیشه. چرا علامت سرعت عوض نمیشه؟ چون قبل T1 و بعد T1 سرعت مثبته. میبینید سرعت مثبت عوض نشد. اما شتاب چرا؟ شتاب قبل از T1 بچه‌ها ببینید شیب مماس مثبته، اما بعد از T1 شیب مماس منفیه، یعنی اتفاق تغییر علامت شتاب میفته. پس الف غلطه، یعنی گزینه‌ای باید بزنید که الف نداشته باشه، پس سه رد میشه. ب پ ب ت، شما به نظر من حرفه‌ای بخواید عمل کنید، تنها برید ت رو بررسی کنید میتونید جواب بدید، یا اصلا پ رو بررسی کنید، چون گزینه یه جوریه که میشه جواب داد. مثلا من پ رو بررسی میکنم، میگه در بازه زمانی 0 تا T1، یعنی این قسمت نمودار که آبی میکنم، تندی در حال کاهش. خب یعنی تند شونده نیست، یعنی کند شونده است حرکت. خب غلطه، حرکت تنده بچه‌ها. چرا؟ چون اندازه سرعت داره زیاد میشه، پس این غلط میشه. یعنی پ هم نباید جواب باشه، پ هم رد میشه. و یه دونه ت رو بررسی کنیم، میگه بردار شتاب در بازه زمانی 0 تا T2 خلاف جهته. بچه بازه زمانی 0 تا T2 یعنی کل حرکت ما. میگه شتاب همیشه خلاف جهت، یعنی منفیه. آیا شیب همیشه منفیه؟ نه، قسمت اول مثبته و بعدش منفی. اینم غلط میشه، پس ت نباید جواب باشه، اینم رد میشه. جواب ما تنها گزینه یک میشه. به چی میگه؟ میگه تو بازه زمانی T1 تا T2 حرکت در جهت محور ایکس، بله، از T1 تا T2 سرعت مثبته و کاملا منطقی و درست میباشد. سوال 208، نمودار مکان زمان متحرکی مطابق شکل مکان زمان این بار XTه. XT چیه؟ شیبش سرعت لحظه‌ای رو به من میده و اندازه سرعت لحظه‌ای میشه تندی لحظه‌ای یا همون تندی. اگر تندی در لحظه 12 ثانیه برابر تندی متوسط توی بازه 2 تا 14 باشه، سرعت متوسط 2 ثانیه اول چند برابر سرعت متوسط 2 ثانیه هفتمه؟ بچه سرعت متوسط 2 ثانیه اول یعنی از 0 ثانیه تا 2 ثانیه داره میپرسه، میگه وی اوریج توی این بازه چند برابر سرعت متوسط 2 ثانیه هفتم؟ 2 ثانیه هفتم یعنی از 12 ثانیه تا 14 ثانیه میباشد، وی اوریج این قسمت. حالا من وی اوریج مثلا و وی پریم اوریج اسمشونو میذارم. خب دلتا تی جفتشون یکسان 2 ثانیه است، خط میخوره، و چیزی که برای ما اهمیت پیدا میکنه جابجایی تو 2 ثانیه اول، ب
به جا به جایی توی دو ثانیه هفتم هستش. این تنها میشه جواب ما، اسمشو میذارم دلتا ایکس پریم توی دو ثانیه هفتم. خب حالا بیایم سراغ نمودار اطلاعات استفاده کنیم. گفته توی لحظه 12 تندی ما برابر تندی متوسط 2 تا 14 است. شما 2 تا 14 رو نگاه کنید بچه‌ها، 2 رو اینجا یه خدچینی داره، 2x ما 60ه، توی 14 من نمیدونم x هم چنده، 14 میشه اینجا، حالا بهتر بکشیم اینجا مثلا میشه 14، اوکی، و 14 نمودارش مثلا اینجا رو قطع میکنه، اینجا میشه 14 ثانیه، 14 یه علامت سوال میزنم. خب بچه ها تندی متوسط توی 0 تا 2 تا 14 تندی، 2 تا 14 با رنگ نارنجی مینویسم، تندی از 2 تا 14 ثانیه من میدونم میشه مسافتش تقسیم بر بازه زمانیش که این مساویه با تندی در لحظه 12. لحظه 12 یعنی شیب خط مماس توی 12، شیب این خط، شیب این خط رو چجوری حساب میکنی؟ تغییرات قائمش رو ببین 240 تاست، تغییرات افقش رو ببین 4 تا 12 8 تاست، پس میشه 240 تقسیم بر 8، پس من نتیجه میگیرم L مساوی میشه با 12 ضرب 240 به 8، 8 به 240 ساده کنیم اینجا میشه 30، میشه 360 متر مسافت ماست از 2 ثانیه تا 14 ثانیه. بچه 360 میره روی 60، عددی که ظاهر میشه چند میشه؟ میشه 420 متر. خب تموم شد سوال. بچه 0 تا 2 جا به جایی چقدره؟ 60 متر. 12 تا 14 چقدره؟ از 240 تا 420، درست میگیم؟ اشتباه نگیم. سرعت متوسط 2 ثانیه هفتم، 2 ثانیه اول. خب 2 ثانیه اول 60 بود جا به جای ما، بله، و اینجا 240، بله دیگه درسته، تا 420 180 تا میشه، جواب ما میشه 60 180 یا 1/3 گزینه 1. سوال ساده‌ای بود به نظر من و دومیش هم خوب بود، 2 تا حرکت خوب حل کردیم. 209 بچه ها بعد من یه عذرخواهی میکنم اگه کیفیت نداره، تار میبینید سوالاتو، من از دفترچه خود سازمان سنجش توی سایت گذاشته استفاده کردم، مشکل اون بوده، فکر میکنم واضح باشه، خیلی هم بد نباشه، و توی دفترچه هم دارم حل میکنم. نوشته هامو، حجم نوشته هامو داشته باشید، سعی میکنم مرتب بنویسم، یه کمی شلوغ میشه دیگه، مثل حالت عادی نیست، فضای زیاد داشته باشم، توی دفترچه دارم مینویسم، فایل هم میذارم در اختیارتون، فایل تکمیل شده بعد از فیلم رو. متحرکی روی محور X در حال حرکته. بردار شتاب متوسط آن آی اوریج توی بازه زمانی 0 تا 10 برابر منفی 2 آی و توی بازه 0 تا 15 2/3 آی. بردار شتاب متوسط توی بازه 10 تا 15 بعد در اس آی چند میشه؟ بچه‌ها توی 0 تا 10 شتاب متوسط یعنی دلتا وی به دلتا تی. دلتا وی ما میشه وی 10 ثانیه منهای وی 0 ثانیه تقسیم بر بازه زمانی که 10 مساوی منفی 2 میشه، پس من نتیجه میگیرم وی 10 ثانیه منهای وی 0 مساوی با منفی 20 میشه. و توی بازه زمانی 0 تا 15 همینا رو مینویسم، دقیقا این بالایی میشه وی 15 منهای وی 0 تقسیم بر بازه ما 15 مساویه با 2/3 میشه. 3 رو با 15 بزنم 15 یه 5 میمونه و نتیجهی که من واسم حاصل میشه میشه وی 15 منهای وی 0 مساوی میشه با 10. اوکی، شما چیو میخواید؟ آخر سر هدف شما اینه که زحمت بکشید، بالا مینویسم دلتا وی توی بازه 10 تا 15 یعنی وی 15 منهای وی 10 رو تقسیم بر بازه زمانی که اونید که 5 ثانیه است میشه جواب شما، خواسته شما اینه، پس نیازمند اختلاف 15 منهای 10 هستید، وی 15 منهای وی 10. خب اگه نگاه دوتا معادله ای کنید که من به دست آوردم، اینی که زیرش خط میکشم و این بالایی، میبینید وی 10 منهای وی 0 داره، وی 15 منهای وی 0 داره، یه نفر مزاحمه، وی 0 آفرین، بالاییو در یه منفی زد میکنم، وی 10 ما میشه منفی وی 10، وی 0 ما میشه مثبت و منفی 20 هم میشه مثبت. حالا با پایینی جمع میکنم، از اینا من نتیجه میگیرم که وی 15 باقی میمونه، وی 0 را با هم میرن، بالایی منفی، بالایی مثبت 20، پایینی 10، جمعشون اگه اشتباه نکنیم آره دیگه میشه 30،
اینجا هم وی 15 منهای وی 10 میشه سی. خب پس من چیزی که میخواستم به دست آوردم، بالا میشه سی، پایین میشه 5، سی تقسیم بر 5 میشه 6، 6 تا آی جوابش میشه گزینه 3 برای ما. سوال بعدی 210. بچه سوال 210 سوال قشنگیه، سوادم هست انصافا. دو تا شبیه کرده باشی به راحتی میزنی. نمودار مکان زمان دو تا خودرو رو داریم. مکان زمان x بر حسب t. میبینید جفت xt ها خط راسته، یعنی اینا سرعت ثابت حرکت میکنن. یعنی شما خیلی سریع میتونید سرعت اینا رو با توجه به شیب نمودار به دست بیارید. میگه مطابق شکله. در لحظه t1 و t2 که بزرگتر از t1 فاصله دو متحرک میشه 600، نسبت t2 به t1 چند میشه؟ کاری که انجام میدی. گوش کن. من این توضیح بدم شکل چی میگه اصلا به ما. فرض کنید این محور x باشه، متحرک ما رو محور x حرکت میکنن دیگه. این محور x اینجا مبدا صفر باشه. متحرک آ مکان اولیش مثبت 400، یعنی مثلا متحرک آ اینجا قرار داره تو زمان صفر. متحرک بی مکان اولیش منفی 300 اینجا قرار داره. اوکی، اینجا متحرک بی زمان صفر، مکان اینجاست. اینا حرکت میکنن. سرعتشون چجوری به دست میارم؟ از طریق شیب نمودار. سرعت رو داشته باش. برای متحرک ها از 400 تا 500 100 تا تغییرات توی بازه زمانی 0 تا 10 ثانیه، یعنی سرعت ما میشه 100 تقسیم بر 10 میشه 10. پس متحرک آ داره با سرعت 10 متر بر ثانیه به سمت راست حرکت میکنه. متحرک بی چی؟ شیب شما حساب میکنم. نگاه کنید، این یه نقطه، اینم یه نقطه که من میتونم از شیبش استفاده کنم. 300 تا توی 10 ثانیه، یعنی سرعتش میشه 300 تقسیم بر 10 میشه 30 متر بر ثانیه، داره حرکت میکنه. این دوتا متحرک ما فاصله شون از هم توی زمان صفر 700 متر، منفی 300 تا 400. سرعت نسبیشون رو حساب میکنی. سرعت نسبی میشه چند؟ میگی چون اینا هم جهت حرکت میکنن میشه اختلاف سرعتاشون، وی نسبی برای ما به دست میاد میشه 20، 30 منهای 10 میشه 20 متر بر ثانیه. به چه معناست؟ به معنی اینه که این عقبی خب هر ثانیه 20 تا به جلوی نزدیک میشه. هر ثانیه 20 تا به جلوی نزدیک میشه. خب بچا فاصله 700 اینقدر نزدیک میشه، نزدیک میشه، نزدیک میشه، به این میرسه و جلو میزنه. اوکی، سوال میگه توی دو تا لحظه فاصله ما 600 متر. آها، بگو فاصله 700 کم میشه، میشه 600. چقدر جابجا شده؟ آها بگو 100 تا. آفرین. مگه ما نمیگیم سرعت نسبی 20؟ بله 20 یعنی چی؟ هر ثانیه 20 تا نزدیک میشه اول. چقدر طول میکشه با سرعت 20 هر ثانیه 20 تا نزدیک بشه؟ 5 ثانیه. پس بار اولی که به 600 متر میرسیم T1 رو از ما پرسیده، T1 مساوی میشه با 5 ثانیه. اما بار دوم T2 رو داشته باشه چجوری حساب میکنه؟ خب این بنده خدا باید نزدیک بشه به این، به این برسه، این 700 تا رو بره و جلو بزنه. چقدر جلو بزنه؟ 600 تا، که فاصله دوباره بشه 600. پس 700 از بین میره 600. چقدر جا به جایی؟ 1300. مگه ما نمیگیم هر ثانیه 20 نزدیک میشه؟ بله. پس زمانش چقدر میشه؟ 1300 تقسیم بر 20 65 ثانیه. T2 مساویه با 65 ثانیه. خواسته سوال اینه T2 به T1 چند؟ مثلا فرمول ننوشتم واسه شما. میشه 65 پنجم میشه 13. جوابش میشه گزینه 2 برای ما. به این سوال بعدی وارد مبحث دینامیک میشیم. ما یه چتر باز داریم که من میخوام کامل مرور کنم، اینو خیلی مهمه. بچه ها من نمودار سرعت زمان چتر بازی که از یک ارتفاعی با سرعت اولیه صفر شروع به حرکت میکنه رو بررسی میکنم. بچه ها وقتی که سرعتش صفره، با گذشت زمان سرعت چتر بازی که هنوز چترشو باز نکرده هی زیاد میشه، زیاد میشه، زیاد میشه، زیاد میشه، تا یه جایی زیاد میشه. از یه جایی به بعد به یه سرعتی میرسه چتر باز ما به اسم سرعت حدی، اسمشو من میذارم V1. از یک جایی، از یک زمان خاصی دیگه سرعتش زیاد نمیشه، توی لحظه T1 این اتفاق میفته. از اینجا به بعد با سرعت ثابت حرکت میکنه چتر باز ما. خب و توی این مدت که سرعت حدی داره باید بدونید FNet صفره، یعنی نیروی مقاومت هوا با وزن برابره. اما یه جایی یهو تصمیم میگیره چتر رو باز کنه، مثلا من اسمشو میذارم T2. تصمیم میگیره چتر رو باز کنه، با رنگ قرمز نمودار رو میکشم، عوض میکنم رنگشو. چتر رو که باز میکنه یهویی مقاومت هوا خیلی زیاد میشه، ولی با گذشت زمان باز مقاومت کم و کم و کم میشه و یه جایی دوباره سرعت ما به یک مقدار ثابت میرسه. من اونجا رو دوباره بهش میگم سرعت حدی،
و روی نمودار نشون میدم اسمشو میذارم V2. پس شما میبینید برای یه چت باز دو بار سرعت حدی میتونه پیش بیاد، شرطش هم البته اینه خب مدت زمان زیادی حرکت کنه، یعنی این فضا رو داشته باشه. پس توی لحظه T3 هم باز ما میتونیم بگیم از اینجا به بعد سرعت حدی داریم و بازم FNet صفر میشه و نیروی مقاومت با وزن برابر. اوکی، حالا بیایم سوالو بخونیم، با همین چیزایی که اینجا گفتیم بررسی کنیم سوالو. در شکل زیر چت بازی پس از یک پرش آزاد چترش را باز میکند و ناگهان مقاومت هوا افزایش پیدا میکنه. بچه در واقع کجا رو داره بحث میکنه؟ ما میدونیم از این نقطه صورتی رنگ به بعد چتر باز میشه، از اینجا بررسی میکنه سوال. میگه از این لحظه به بعد تا قبل از رسیدن چتر باز به تندی حدی، یعنی از T2 تا T3 توی نموداری که من دارم، کدام مورد در مورد حرکت چتر باز درسته؟ تندی و شتاب داره مورد بحث قرار میده، زیاد میشه کم میشه چجوریه؟ خب شما میبینید که تندی داره کم میشه، حرکت کنشونده است، پس تندی کاهشه. نگاه گزینه ها میکنم، فقط یک گزینه تندی کاهشه، گزینه دو میشه جواب ما. اما در مورد شتاب شیب خط مماس رو حساب میکنیم. نگاه کن شیب خیلی زیاده، شیب مماس توی این نقطه که چتر باز میشه، با گذشت زمان شیب کم و کم و کمتر میشه. پس میبینید شتاب کاهش پیدا میکنه تا جایی که شتاب صفر بشه، بشه سرعت ثابت. پس جواب ما میشه گزینه 2. سوال ساده بود واقعا. سوال 212، مطابق شکل زیر جسمی با نیروی افقی F1 به دیوار قائم میفشانیم و جسم ساکن است. اگر نیروی قائم F2 نیز به جسم وارد بشه، در این حالت نیرویی که سطح به جسم وارد میکند چند نیوتن است؟ بچه حالت اول این F2 نیست، میگه فقط این F1 60 رو وارد میکنم، اون افقیه و جسم ساکنه. بچه یعنی حالت اول اگه F2 وجود نداشت، اون F2 نیست تا روی شکل کشیده واسه باشه حالت اول، یه FN به وجود میاد، این FN دقیقا برابر 60 حرکت نمیکنه جسم. چرا؟ چون یه وزنی وجود داره، وزن به اندازه چون 3 کیلو 30 نیوتنه میخواد حرکتش بده اما نمیتونه. توی حالت اول نیروی مقاومی که وجود داره FS هم 30 نیوتنه، پس حرکت نمیکنه. داره اینو میگه، یعنی 30 نیوتن استکاکو ما داریم ها، ممکنه مثلا ما اگه 31 نیوتن محرک وارد کنیم حرکت کنه، ولی میدونیم 30 تا و کمتر از اون محرک باشه نمیتونه حرکت بده اینو، درسته؟ وزن 30 نیوتن حرکت نتونه، محرک نتونه حرکتش بده. حالا میگه 55 وارد میکنم. بچه اگه 55 وارد بازی بشه اینجا، محرک ما میشه 55 منهای 30، یعنی F محرکی که به صورت خالص وجود داره میخواد جسم حرکت بده 25 نیوتن به سمت بالاست. خب آیا 25 نیوتن میتونه حرکتش بده؟ خیر. چرا خیر؟ چون که 30 نتونه حرکتش بده. خب 25 هم نمیتونه حرکتش بده و یه استکاکی به سمت پایین وجود داره به اندازه 25 تا. سوال گفته نیرویی که 100 به جسم وارد میکنه، بچه 100 به جسم یه دونه 60 نیوتن هنوز وجود داره و یه دونه 25 نیوتن، این دوتا نیرو بر هم عمودن، برایندش رو باید حساب کنیم، فیثاغورس میگیریم میشه جوابه. اما زرنگی میکنیم، میگه این 25 میشه 5 تا 5 تا، این 60 میشه 5 تا 12 تا. خب فیثاغورس 3 5 12 13 رو یادته، خب نفر سوم براینده اینا باید بشه 13 تا 5 تا، یعنی 65 نیوتن. جواب شما میشه گزینه 3 توی این سوال. سوال بعدی سوال 213، بازم از دینامیک، این بار آسانسور و فنر. خیلی کامل میخوام توضیح بدم اینو، خواهشاً گوش کن. میگه جسمی به وزن 8 نیوتن به فنری به طول 20 و ثابت فنر 2 نیوتن بر سانتی متر بستیم، یعنی سانتی متر داده، نمیخواد تبدیل کنید دیگه، همه یک کا سانتی متره، و سقف آسانسور آویزان میکنیم. در مدتی که آسانسور رو به بالا و با شتاب 2 متر بر مجذور ثانیه در حال توقف است، یعنی کنشونده میره بالا، کنشونده میره بالا، یعنی این شتاب 2 به سمت پایینه، طول فنر به چند سانتی متر میرسه؟ بچه من کامل توضیح میدم اینو، بعد روش تستی و سرعتیش هم میگم، تو رو خدا گوش کنید. پس بکنید بچه، حالت اول جسم اون وزن 8 نیوتنی به فنر وصل شده و سقف آسانسور آویزانه. ببینیم فنر چه بلایی سرش میاد. ما میدونیم اگه جسم رو به فنر اضافه کنیم، فنر طولش اضافه میشه، کش میاد و اتفاقی که میفته، نیروی وزن که 8 نیوتنه مساوی میشه با mg مساوی میشه با k دلتا x. توی این حالت دلتا x یک اسمشو میذارم، یعنی من میدونم اگه الان k 20 باشه، k 2 هستش، k 2 باشه، افزایش طول فنر توی این حالت میشه 8 تقسیم بر 2 که مساوی میشه با 4 سانتی متر. یعنی فنر که طولش اگه 20 بود،
20 سانتی متر بود 4 سانتی متر اضافه میشه، میشه 24 سانتی متر توی این حالت. از اینجا به بعدش مهمه، آسانسور بعد از این شتابدار حرکت میکنه. میگه بی زحمت بگو طول فنر میشه چند. اوکی، بازم قانون دوم مینویسیم. گوش کن قانون دوم چجوری مینویسیم. حواست کامل شیشتگ اینجا. من میخوام کامل اول مفهومش رو جا بندازم، بعد به صورت تستی هم میگم چیکار کنیم. نکنید این و جسم ما وزنه ما باشه، یه وزنی بهش وارد میشه 8 نیوتن به سمت پایین. یه نیروی فنری وجود داره بچه‌ها. نیروی فنر ممکنه جسم و فنر به سمت بالا بکشه یا ممکنه به سمت پایین نیرو وارد کنه. من نمیدونم اینو واقعیتش در حال حاضر. میشه تشخیص داد، دانش آموز حرفه‌ای و کسی که اطلاعاتش خوبه سریع تشخیص میده. ولی خب من میخوام مثلا بگم این نیروی فنر به سمت پایین باشه. بچه‌ها اگه اصلا نیروی فنری وجود نداشته باشه، فرضاً نیروی فنر وجود نداره، شتاب حرکت ما چنده؟ چه نیروی فقط وارد میشه؟ فقط mg. mg مساوی ma میذاری، شتاب میشه 10. 10 به سمت پایین. اما الان شتاب 2 به سمت پایینه. این داره به من یه پیامی میده. میگه ایرانی وقتی که فقط وزن اعمال بشه، شتاب 10 به سمت پایین. الان شتاب شده 2. یعنی یک نیروی مخالف وزنی وجود داره که نذاشته شتاب بشه 10. آفرین. پس نیروی فنر به سمت بالاست. توی این حالت که این اتفاق افتاده. بچه فنر در چه صورتی نیروش به سمت بالا میشه؟ گوش کن. اینا رو خیلیاتون میدونم اشکال، دانش آموز قوی هم اشکال داره. نگاه کن. فنر جسمو میکشه به سمت بالا. پس جسم هم فنر رو میکشه به سمت پایین. آها، فنر کشیده میشود. آها، طولش زیاد میشه توی این حالت نسبت به حالت عادیش که 20 سانتی متره. پس الان قانون دوم این بار بنویسی، شما میگی وزن پایینه، شتاب پایینه، پس بهتر من بنویسم وزن منهای اف فنر مساوی ام آ میشه. تموم شد سوال. وزن شما 8، اف فنر میشه کای ضرب در دلتا ایکس 2، اسمشو میذارم ام آ. بچه ها ام جی مگه ما نداریم 8؟ ام میشه چی؟ میشه 8 دهم. 8 دهم شتابم ضرب در 2 میکنم و من از اینجا کارم اگه جایگزین کنم 8 منهای 1.6 دهم میشه، مساوی میشه با کا دلتا ایکس 2 تا دلتا ایکس. 8 منهای 1.6 میشه 6.4، تقسیم بر 2 کنم دلتا ایکس 2ی که من دنبالشم به دست میاد میشه 3.2. بچه‌ها یعنی 3.2 تا زیاد میشه، زیاد شدنش هم فهمیدیم. کش میاد فنر، یعنی اگه طول اولیش 20 بود میشه 23.2. جوابش میشه گزینه 4. این کاملا روش منطقی و درستی. اما یه کاری میتونی انجام بدی، حرف منو گوش کنی، اینجوری بیاد راحت میزنی. نگاه کنید بچه‌ها، فنر که توی آسانسور قرار میگیره، با عدد و رقم میگم، فرض کنید یه فنری داریم طولش 100، به سقف آسانسور اضافه میکنیم، آسانسور ساکنه و اصلا وزنی بهش وصل نیست، طولش چنده؟ 100. حالا یه وزنه اضافه میکنم، باعث میشه طول فنر بشه 110. چی شد؟ وزنه باعث میشه که 10 سانتی متر طول فنر اضافه میشه. از اینجا به بعد اگر آسانسور جهت شتابش به سمت بالا باشه، میگم جهت شتاب، نمیگم جهت حرکت، چون متفاوتن اینا، جهت شتاب به سمت بالا باشه، طول فنر بازم اضافه میشه. یعنی اگه شد 110 اضافه میشه 112، 14، 15، 120. اما اگه جهت شتاب به سمت پایین باشه، طول فنر کم میشه، میاد زیر 110، 104، 105، 102، 101، حتی 100. یعنی حتی اگه شتاب به سمت پایین باشه ممکنه برگرده طول اول خودش. حتی اگه شتاب به سمت پایین خیلی زیاد باشه ممکنه حتی کوتاه‌تر از طول اولش هم بشه. امیدوارم گرفته باشی ماجرا رو. بچه‌ها و اگه بخوای تستی سرعتی جواب بدید اینجا رو، مثلا من وزن اضافه کردم شد 110، اون 110 رو معیار خودم میذارم، میگم وزن اضافه کردم طولش یکم زیاد شد و از اونجا به بعد فقط یک کا دلتا ایکس مساوی ام آ میذارم، با این تفاوت که اینجا این دلتا ایکسی که من مینویسم نسبت به اون 110 است، یعنی اون طولی که اضافه شده بود حساب میکنم. الان توی این سوال بچه‌ها ما وزن اضافه کردیم، طول فنر وقتی که آسانسور ساکن بود شد چند؟ شد 24 تا. حالا من یه کا دلتا ایکس مساوی ام آ میذارم، خب کا دلتا ایکس مساوی ام آ میذارم و دلتا ایکس هم فقط نسبت به 24 میسنجم. کا که ما داشتیم 2 بود، دلتا ایکس نمیدونم چنده، ام آ بچه‌ها میشد 1.6. پس ام آ آره دیگه مساوی 1.6 میشد، پس دلتا ایکس واسه ما میشه 1.6 تقسیم بر 2 میشه 8 دهم.
8 دهم نسبت به اون 24، یا زیاد میشه یا کم میشه. اما چون شتاب به سمت پایینه، گفتم شتاب به سمت پایین یعنی میل به جمع شدن، فنر داره طولش زیاد نمیشه، طولش کم میشه. 8 دهم از 24 کم کن میشه 23.2. جواب شما بازم میشه گزینه 4. از این قشنگتر سوالو حل کنیم دیگه. کامل هم توضیح دادم، کامل باز کردم اصلا ماجرا رو. سوال 214 نوسان نوشته های دینامیک افتاده اینجا، ولی ایبی نداره، جا داریم زیرش. کنکور انگار دیگه، دفترچه کنکوره. نمودار مکان زمان حرکت نوسانگری مطابق شکل انرژی جنبشی نوسانگر توی لحظه فلان چند برابر انرژی مکانیکی آن است؟ خب اولا شما باید بیاید تی رو پیدا کنی توی این نمودار، بعد انرژی مکانیکی و اینا رو بنویسی، نسبت بگیری. خواسته سوال چیه بچه‌ها؟ با رنگ نارنجی می‌نویسم. خواسته سوال اینه که میگه انرژی جنبشی توی یه لحظه ای چند برابر انرژی مکانیکیه. خب انرژی مکانیکی یک مقدار ثابتی داره دیگه. پس من باید کای تقسیم بر ای کنم و من میدونم به جای ای میتونم کای به اضافه یو بنویسم، یعنی کای تقسیم بر کای به اضافه یو میشه جواب من. خب اطلاعاتی که من دارم، یه دونه دامنه نوسان رو من دارم 4 سانتی متر، این 4 سانتی متر دامنه هستش، و یه دونه 1/3 دارم. اون 1/3 به چه معناست؟ ما میدونیم این فاصله از دامنه تا مرکز بیاد نوسانگر ما، روی خودش نشون بدم، از دامنه تا مرکز بیاد به اندازه تی 4 طول میکشه. من میدونم از اینجا تا منفی دامنه بیاد که اینجا هستش، بازم تی 4 طول میکشه. و من میدونم الان از دامنه تا نصف دامنه تا آدوم بره چقدر طول میکشه، ها تی 6 طول میکشه. اینو باید بدونیم. پس الان نتیجه ای که من میگیرم، 2 تی 4 که میشه تی 2 به اضافه یه دونه تی 6، جوابش برای ما میشه 1/3. اینقدر طول کشید این اتفاق بیفته. یه مخرج مشترک از اون تی ها بگیرم، یه 6 میذارم و میشه 3 تی به اضافه 1، در واقع میشه 4 تی 6 که این میشه 2/3 تی. این مساویه با 1/3. سه ها با هم خط میخورن، تی برای ما به دست میاد، میشه 1/2 ثانیه. ما تی رو به دست آوردیم. اوکی، فقط الان باید ببینیم توی اون لحظه 3/16 کجای ماجرا قرار داریم. دانش آموز عادی میتونه این کار انجام بده، بگه خب من میخوام ببینم کجا قرار داریم، باید توی معادله مکان قرار بدم ببینم کجاست، بعد بیام ببینم انرژی جنبشی چجوری میشه که نسبت بخوام بگیرم. این یه کاره. یه کار بهتر میتونی انجام بدی اینه، بگیم پاره خط نوسان، اینجا مرکز نوسان، اینجا مثبت دامنه که اینجا 4 سانتی متر اگه اشتباه نکنم بعد 4، اینجا منفی دامنه که منفی 4. نوسانگر ما گوش کنید 3/16 باید زمان بگذره. 3/16 کجا میرسم؟ تی چنده؟ تی 1/2. بچه برای اینکه بتونم خوب بنویسم با زمانهای معروف، اینو مخرجشو میکنم 16 8/16. 3/16 تقسیم بر 8/16 کنم میبینم چقدر نوسان انجام داده. یعنی 3/16 تقسیم بر 8/16 بشه میشه 3/8. آها، این 3/8 زمان میره، یعنی این یه دونه 1/8 میره، یه دونه دیگه 1/8 میره، یه دونه دیگه 1/8 میره، 3 تا 1/8. بچه 1/8 کجا قرار میگیره؟ آها 1/8 میبینی، آفرین، رادیکال 2/2 دامنه قرار میگیره. توی رادیکال 2/2 دامنه کا و یو چه نسبتی با هم دارن؟ باید بدونی، توی کتاب نیست، باید بدونی کا و یو با هم برابرن. یعنی الان خواسته سوال نسبت کا به کای به اضافه یو، صورت که کاه، مخرج یه کا داره، به جای یو هم میتونم یه کا بنویسم و این جوابش برای ما میشه چی؟ میشه 1/2 دیگه، گزینه 2 رو میزنم. یه چیز دیگه هم دانش آموز خوب اگه بلد باشه، مسلط باشه، میدونه توی اون لحظه کا مساویست با یو، یعنی رادیکال 2/2 آ، سرعت توی اون لحظه خیلی مهمه، سرعت توی اون لحظه رادیکال 2/2 وی ماکس هستش، رادیکال 2/2 وی ماکس هست. اینم میتونید ازش استفاده کنید، یعنی از همین استفاده میکردید میتونستید سوالو بزنید. کای تقسیم بر ای میتونستی به جای ای کای ماکس بذاری، به جای کای ماکس وی ماکس توان 2 بذاری، بگی وی به وی ماکس چجوری میشه، شدنی ها. و اینجا هم اینجوری میشد این عددو بنویسید و یه توان 2 به رادیکال 2 بدین، گزینه 2 رو برسید. امیدوارم کامل تونسته باشم تحلیل کرده باشم سوالو واسه. سوال 215 نقشه موج پای ثابت سوالات کنکورهای اخیر شکل زیر تصویری از یک موج ارضی در یک ریسمان کشیده شده را نشون میده که در لحظه تی 1 میبینیم نقشه موج یه لحظه تی 1 عکس گرفتن شده اید و موج به سمت چپ داره حرکت میکنه. اگه تندی موج 20 سانتی متر بر ثانیه باشه، یکاشو ببین چیه،
بزرگی سرعت متوسط ذره ام توی مدت زمان تی 1 تا تی 1 به اضافه 1 چهارم چند سانتی متر بر ثانیه است؟ خب ذره ام شما اگه ببینید چون موج داره به سمت چپ حرکت میکنه، ام دوست داره ادای قبلش رو در بیاره بالا بره. اوکی، پس من باید بیام ببینم توی این مدت جابجایی چند میشه. اگه دقتم کنی 3 میبینید، 3 اصلا با 5 نه نصف دامنه است، نه رادیکال دو دومه، نه رادیکال سه دومه. یه لحظه ترس وجود ما رو میگیره که شاید جواب نده چیزایی که بلدیم، اما بریم تو دل سوال میبینیم نه اوکیه. بچه از لحظه تی 1 تا لحظه تی 1 به اضافه 1 چهارم خواسته چی رو به من بده؟ خواسته دلتا تی رو بده. دلتا تی میشه اختلاف اینا که میشه 1 چهارم ثانیه. این 1. 2. کار دیگه ای که باید انجام بدی از نقش موج لاندا رو به دست بیار. این فاصله لاندا دومه، یعنی لاندا میشه 10 سانتی متر، لاندا میشه 10 سانتی متر و سرعتی هم که ما داریم میشه 20 سانتی متر بر ثانیه هستش. پس من نتیجه میگیرم دوره، یعنی تی که من نیاز دارم توی این سوالات، که مساوی میشه با لاندا به وی، میشه 1/2 ثانیه. خب بچه اون 1/4 این 1/2، در واقع اون بازه زمانی که به ما داده نصف دوره هستش، تی دوم. من میدونم توی بازه زمانی تی دوم به اندازه 2 مسافت من میشه، یعنی ال میشه 2 توی این بازه. و اینجا آ چنده توی شکل میبینید؟ آ 5. پس مسافتی که توی این بازه میریم 10 سانتی متر مسافت هستش ال. حالا ام کجاست؟ ام توی 3. ام چجوری حرکت کرد؟ گفتم میره بالا. چقدر میره بالا؟ نهایتا 2 تا میتونه بره بالا. اینجا 2 تا، خب مگه مسافتش 10 نیست، چقدرش میمونه؟ 8 تا. 8 تا از مثبت 5 میاد پایین، میرسه به منفی 3. اوه سوال حل شد. پس چقدر جابجا شده کلا؟ مکان ابتدا مثبت 3، انتها منفی 3. جابجاییش از مثبت 3 به منفی 3 بزن میشه منفی 6. سرعت متوسط میخواد وی اوریج. وی اوریج میشه دلتا ایکس که منفی 6 تقسیم بر دلتا تی. بازه زمانی ما چقدر بود؟ 1/4. پس من نتیجه میگیرم میشه منفی 24 سانتی متر بر ثانیه. بزرگی از شما خواسته، 24 رو میذارین، جوابش میشه گزینه 3 برای شما. سوال بعدی سوال 216 از تراز شدت صوت. سوال سختی به نظر من شاید محسوب بشه، تیپش هم جدید بود پارسال. میگه 3 تا ناظر A و B و C تو فاصله های R، 2R و 4R از یک چشمه صوت نقطه‌ای قرار دارن. تراز شدت صوتی که ناظرهای A و B در معرض آن قرار دارن بتا و 5/6 بتا است. تراز شدت صوتی که ناظر C در معرض آن قرار داره چند دسیبله؟ بچه واسه A و B اطلاعات رو به ما داده. کاری که ما میتونیم انجام بدیم اینه که بگیم همیشه شما دو تا اطلاع داشته باشید توی فیزیک همیشه نسبت می‌نویسید، به جز اینجا که تراز شدت صوتی اختلاف می‌نویسید. میگه اختلاف تراز آ و بی، آ منهای بی که 5/6 این هستش، مساوی میشه با 1/6 تراز شدت صوت ما که بتا. این مساویه با 10 تا لگاریتم آی آ. بچه اولی آ بود، دومی بی بود، آی آ به آی بی، اما ما آی نداریم اینجا، فاصله داریم. فاصله بنویسم میشه فاصله ای که بی داره نسبت به آ، عکس میشه توان 2. فاصله بی رو اگه شما ببینید 2R، پس اینجا میشه بی میشه 2R. آ چنده؟ R یه توان 2 میخوره اینجا، پس میشه 10 تا لوگ 4. لوگ 4 میشه 6/10. بچه لوگ 4 میشه لوگ 2 به توان 2، 2 تا صدا میشه 6/10. پس اینجا میشه لوگ 4 که میشه 6/10. 10 تا 6 تا میشه 60 اگه اشتباه نکنیم. بله، پس من نتیجه‌ای که میگیرم در نهایت اینه، 1/6 اون چیزی که دنبالشیم مساوی با 10 تا 6/10 میشه 6. یعنی تراز شدت صوتی آ میشه 36 دسیبل. آ رو به دست آوردیم. میگه تراز شدت صوتی ناظر سی رو بی‌زحمت بگو. خب بازم همین کار رو تکرار میکنم، این بار میام آی مثلا منهای سی رو مینویسم. بچه آی منهای سی بنویسم، تراز آ که شد 36 منهای تراز صوتی سی، و اسمشو مثلا بذاریم ایکس، خوبه؟ مساویه با 10 تا لوگاریتم، بازم فاصله ها، آ رو اول نوشتم، فاصله آ که آر هستش میره مخرج قرار میگیره، فاصله سی که 4 آر میره صورت قرار میگیره، یه توان 2 هم داره، آر با آر میره میشه 4، میشه 10 تا لوگ 16. 36 منهای ایکس مساویست با 10 تا لوگ 16. 16 رو 2 به توان 4 مینویسم و 4 میاد پشت، 4 تا لوگ 2 میشه. و اتفاقی که میفته لوگ 2 3/10، 4 تا 3/10 میشه 1 و 2/10،
و این طرف میشه 12، یعنی 36 منهای یه چیزی میشه 12. اون ایکس ما باید چند باشه؟ ماشاءالله باید مساوی 24 دسیبل باشه. جوابش میشه گزینه 1 واسه ما. اینم از این سوال، سوال خوبی بود. 217 باستاب، چیزی که بچه ها مشکل دارن، میگه در شکل زیر امتداد پرتو نور باستاب شده از M2، M2 اینه، با امتداد پرتو SI هم اینه چند درجه است؟ خب بچه نگاه کنید، من با رنگ دیگه بکشم پرتو، این پرتو میاد یعنی میخوره به این، از M1 میره به M2 میخوره، این مسیر پرتو اول، دوچار باستاب میشه، قاعدتا بر میگرده میاد پایین. بگه این چیزی که باستاب میشه اگه امتدادش بدیم، بیا امتدادش میدم، و اون ورودی ما SI که مشکی رنگه، همینو من پر رنگ میکنم، امتداد بدم چه زاویه با هم میسازم، اینا رو بی زحمت به دست بیار. خب شما میبینید یه 30 درجه این طرف داریم، قاعدتا این طرف هم یه 30 درجه ایجاد میشه. توی این مثلثی که هاشور میزنم پایین یه 30 دارم، یه 50 میشه 80. پس این ور که زاویه خارجی اینم میشه 80، اینجا هم میشه 80 واسه ما زاویه ها رو مشخص میکنیم. این زاویه 80 و 80 160 20 واسه این میمونه، 20 و 30 توی این مثلث میشه 50، چقدر واسه اینجا میمونه؟ اینجا 130 میشه. این 130 بشه بغل دستش اینجا که با رنگ صورتی مشخص میکنم چند میشه؟ میشه 50. خب اینجا شد 50، اینجا 30، این طرف اینجا هم میشه 30 چون متقابل برسن. توی این مثلث پایین که صورتی میزنم یه 30 دارم، یه 50 میشه 80، اینجا 100 تا باقی میمونه. خواسته سوال چیه؟ همین زاویه است دیگه، 100 جواب ما میشه، میشه گزینه 3، تموم شد. نکته حرفه‌ای بهتون بگم، باید بدونید اگر یه پرتوبی مثل این اومد رفت برخورد کرد به این یکی، حالا بازتابی که از M2 داریم، بازتابی که از M2 داریم زاویه‌اش رو با SI از شما میخواست، گوش کن، اولین برخورد نه دومین برخورد، زاویه از شما میخواست بازتابش، شما میگید میشه دو تا آلفا، دو تا 50 تا میشه 100 تا. بارا تو کنکور اومده اما شکلش یکی متفاوت، من با زاویه هم به دست آوردم. سوال 218 میگه سدیم 1124 واپاشی بتای منفی انجام میده، هسته جدید به ترتیب چند نوترون چند پروتون داره؟ راحت ترین سوال ها اینا هستن دیگه. Na 1124 یه دونه بتای منفی میده بیرون و به یه هسته جدید اسم X تبدیل میشه. بتای منفی یعنی الکترون منفی، اینجا منفیه، اینجاش منفیه، یکی اینجاش صفره، پس عدد جرمی واسه X عوض نمیشه و اینجا یه دونه اضافه میشه، یعنی عنصر جدید ما پروتونش 12 تاست، نوترونش میشه 24 منهای 12 که اونم میشه 12 تا تعداد نوترون هاش. پس خواسته سوال نوترون پروتون جفتش میشه 12، چه گزینه 4. سوال 219 میگه بسامد خط سومین خط طیف اتم هیدروژن توی کدام رشته این مقدار میشه؟ یه سرعت نور رو داده، یه دونم آر رو 1/100 داده. خب ما بریم با بسامد به طول موج برسیم، بعد ببینیم طول موج چجوری میشه. خب ما میدونیم لاندا مساویست با سی بر اف، سی 3 ضرب در 10 به توان 8، اف 2.5 ضرب در 10 به توان 14. خب این میشه 3 تقسیم بر 2.5 ضرب در 10 به توان منفی 6. نانومتر خواسته، یه دونه ضرب در 10 به توان 9 میکنم که به نانو تبدیل بشه، میشه 3000 تقسیم بر 2.5، 2.5 و من 5 دوم مینویسم میشه 6000 پنجم، که 6000 پنجم میشه 1200 نانومتر. 1200 دانش آموز ببینه میتونه تشخیص بده، حواستون باشه این 1200 نانومتر توی کدام محدوده قرار داره؟ فروسرخه. پس این که میگه بالمر فرابنفش مرئیه، جواب ما نخواهد بود، بین 1-2-3 جواب میشه. حالا این لاندایی که به دست آوردی 1200 توی فرمول میذاریم، کدام فرمول؟ 1 بر لاندا مساویست با آر که 1/100، حالا ان پریم به توان 2 منهای 1 بر ان به توان 2، اما گفته سومین طیف. بچه ها اگه بخواد به n پریم بیاد، از کجا به n پریم اومده؟ از n پریم به اضافه 3 بوده دیگه که اومده n پریم. پس اینجا رو n بالا رو n پریم به اضافه 3 قرار میده، توان دو یادتون نره، توان دوهاش هم بذاریم. خب این از این، 100 با این 1200 ساده میشه، نتیجه میگیرم 1/12 مساوی میشه با 1 بر n پریم به توان 2 منهای 1 بر n پریم به اضافه 3 به توان 2. تا اینجا رسیدم، میتونم معادله رو حالا من خط مشترک بگیرم ساده کنم به جواب برسم،
میتونم عدد بدم از گزینه‌ها. گزینه‌ها خب جلوی چشم منه، از گزینه یک شروع میکنم، ان پریمو 3 میدم. بچا اگه 3 بدم ببینم آیا 1 دوازدهم سمت راست ایجاد میشه، میشه 1 نهم منهای 1 36. این 1 نهم من مینویسم 4 36 منهای 1 36 میشه 3 36. و بله خوشبختانه اولین گزینه 1 دوازدهم رو به ما داد، جواب ما میشه گزینه 1. سوال خوبی بود. سوال بعدی 220، سه تا اتمی هسته ای اومده، هر سه تاشو انضافاً باید بزنی. در اتم هیدروژن الکترون از مداری به شعاع آر به مدار دیگر به شعاع آر پریم میره و فوتونی با این انرژی گسیل میکنه. آر منهای آر پریم چند برابر شعاع بره؟ اولا شما میدونید شعاع هر مدار مساوی است با آصف در شماره مدار به توان دو، این یه نکته. و انرژی مدارهای مختلف و قاعدتا حفظید این موقع سال، اولین مدار منفی 13 و 6، دومین مدار منفی 3 و 4، سومین مدار منفی 1 و 50 و 1 اگه اشتباه نکنم، چهارمین مدار منفی 80 و 500، پنجمین مدار میشه 13 و 6 تقسیم بر 25 منفی 54 صدم اگه اشتباه نکنم. خب حالا گفته از یه مداری به یه مدار دیگه میره 2.55 انرژی میده، یعنی اختلاف انرژی ترازها 2.55 میشه. یه نگاه به گزینه‌ها میکنم، گزینه‌ها که نه، نگاه به اعدادی که نوشتم میکنم. بچه 13 و 6 و 3 و 4 اختلافشون چقدره؟ 10 خورده ای. پس قطعا نمیتونه به اینجا بیاد، یعنی این یک من نیست، اختلافش خیلی زیاده، من 2.5 تا اختلاف میخوام. خب 2.5 تا اختلاف اصلا شما میبینید اینجا به بعد دیگه ایجاد نمیشه. 2.5 تا اختلاف این 3 و 4 مثلا با 1.5، 3 و 4 با 1.5 میشه 2 حدودا، نمیتونه باشه. اما 3 و 4 با 85 صدم چی؟ 3 و 4 با 85 صدم آره میتونه 2.55 میشه، دقیقاً 2.50 میشه حدوداً. پس از لایه اینجا چندم بچه ها؟ چهارم داره به لایه دوم میاد که اینقدر انرژی میده. یعنی شما میخواهید حساب کنید آر مساویست با 16 تا آصف، آر مثلا 4 به آر 2 که میاد میشه 4 تا آصف، چقدر اختلاف دارن؟ 12 تا آصف اختلاف ایناست، جوابشون میشه گزینه 4. میرسیم به فیزیک پایه الکتریسیته ساکن. میگه در شکل زیر 4 تا ذره باردار در رأس‌های یک مربع قرار دارند. اگه نیروی الکتریکی خالص وارد بر کیوسه، کیوسه اینه که هایلایت میکنم، صفر باشه، کدام رابطه درسته؟ یه نکته تستی بهتون بگم، تستی هم البته ندونید، شما میتونید سوالو حل کنید ولی تستیش خیلی سرعتیه. وقتی که یه مربع به شما میده، یه 4 ضلعی به شما میده که نیرو توی یکی صفر میشه، حالا اینجا نیرو صفر شده، ممکنه میدان بگه صفر میشه، فرقی نداره، همه داستان یه ماجراست، بگه توی یه رأسی میدان صفر میشه، این به چه معناست؟ به معنای اینه که این Q2 و Q4 که روبروی همن باید کپی هم باشن، عین هم، یعنی جفتشون باید یکسان باشن، یعنی Q4 هم باید دقیقاً Q2 باشه. و این Q1 که این طرف قرار گرفته، این باید منفی 2 رادیکال 2 برابر یکی از اون Q2 و Q4 باشه که من مثلا Q2 رو می‌نویسم. حالا گفته کدام رابطه درسته؟ Q2 و Q4 که برابرن، همه گزینه اینو میگه، اما رابطه Q1 و Q2 چجوریه؟ خب شما میبینید که Q1 مساویه با منفی 2 رادیکال 2 Q2. خواسته سوال اگه دقت کنید اومده Q2 رو بر حسب Q1 نوشته، قسمت راست نوشته ها، گزینه ها، یعنی من Q2 رو بخوام به دست بیارم، Q2 مساوی میشه با 1 بر 2 رادیکال 2، حالا منفی هم داره در Q1، اینو گویا کنم، ضرب در رادیکال 2 کنم، میشه رادیکال 2 چهارم یه منفی داره Q1. پس کدام گزینه رو میزنیم؟ گزینه 2 میشه جواب ما. رابطه بین Q1، Q2 و Q4 رو به صورت کامل مشخص کرده. سوال 222، سوال سخت محسوب میشه اگه خیلی بد بخوای سوال رو حل کنی. میگه مطابق شکل زیر بارهای الکتریکی مثبت و هم اندازه Q در جای خود ثابتند و به یکدیگر نیروی الکتریکی به بزرگی F وارد می کنند. اگه تعدادی الکترون از A به B منتقل بشه تا بار جسم B بشه منفی 2Q، در این صورت بزرگی نیرویی که دو تا ذره به هم وارد می کنند چند برابر میشه؟ بچه ها حالت اول دو تا بار داریم، Q توی فاصله D مشخص از هم قرار دارن، نیروی F به هم وارد می کنند. پس حاصل ضرب بارها Q در Q میشه Q2، فاصله ای هم که داریم D نیروی F رو به ما میده، یعنی کا Q2 به D میشه F، کا Q2 به D میشه F. میگه من میام یه مقدار الکترون از A میکنم، یعنی اگه بارش مثبت Q بود بیشتر میشه، میکنم میدم به B، بار B میشه منفی 2Q. آها این مگه Q نبود؟
خب بار شده منفی 2Q. چقدر بار گرفته این اتفاق افتاده؟ منفی 3Q بار گرفته. خب منفی 3Q رو کی بهش داده؟ این کیوه. 3Q ازش برداشتیم، خب بارش میشه 4Q، مثبت 4Q. الان نیرویی که بین اینا وجود داره چی میشه؟ اولا حواستون باشه نیرو از نوع دافعه به جاذبه تبدیل میشه و ضرب بارها میشه 12Q. دو اشتباه نکنم اجازه بدید، بار بی میشه منفی 2Q، ما 3Q دادیم، بله 4Q و 2Q. بارها ضربشون بچه ها 2Q و 4Q، ضربشون میشه 8Q. دو فاصله هم که همون دیه دیگه. پس من نتیجه میگیرم نیروی ما چون که میشه کا در حاصل ضرب بارها به مخرج، مخرج که عوض نشده فقط صورت 8 برابر شده، نیروی میشه 8 تا. جوابش میشه گزینه 4 به همین سادگی و خوشگلی جواب میشه. سوال 223 بچه، سوال سنگین و محاسباتی، داخل کشورش خیلی از این محاسباتی تر بود، اما این خوبه، سخت نیست، هرچند طولانیه ولی خب مغزت کار کنه به راحتی میتونی سوالو جواب بدی. میگه مطابق شکل به زیر 3 تا بار نقطه‌ای توی صفحه ایکس وای قرار دارن، بزرگی میدان خالص توی نقطه او این مقداره، اندازه کیو 1 یعنی اینی که هایلایت میکنم چنده؟ خب شما اگه دقت کنید دو تا بار دارید، این 6 و این 9، اینا توی یه راستا قرار دارن. چرا؟ چون اینکه قطر اون دوتا مربعی هستن. کدام مربع؟ اینایی که مشخص میکنم ضلع 6 واسه ما داده، چون که دقیقاً عین همان اینا، اینا توی این راستا قرار میگیرن یکسان. و شما حواستون هست که این قطر مربعی که من کشیدم میشه 6 رادیکال 2 تا مرکز، قاعدتاً اینم میشه 6 رادیکال 2 تا مرکز. میدان اینا توی نقطه ای او بخوام حساب کنم بچه‌ها، چون بارها جفتشون مثل همن، هم علامتن، میتونم اینا رو از هم کم کنم، یعنی 3 میکرو کولون بگم دارم و فقط یکیشون رو حساب کنم، یعنی بگم اینجوری این 6 میاد این طرف منفی میشه و کیو جدید ما اینجا میشه 3 میکرو کولون. این کارو میتونم انجام بدم. دوستم نداری؟ نه، 6 رو جدا حساب کن، 9 جدا حساب کن، از هم کم میکنی چون یکیشون به اون سمت، یکیشون به این سمت، این سمت البته درست میگم چون ویدیو برعکس میشه، یکیشون حالا اینجوری بکشیم 9 میکرو کولون اینجوری میدان میده، این یکی اینجوری میدان میده، اختلاف اینا میشه مؤلفه یک میدان اینا واسه ما ایجاد میکنه این دوتا. پس من راحت بودم که یه 3 بذارم دیگه، چون به هر حال اصلا کم میشن. میدان اینا بچه ها اسمشو میذارم ای، مثلا ای مساوی میشه با کا که 9 ضرب در 10 به توان 9، کیو کیو که گفتم 3 دیگه، اختلافشون رو میذارم 3 ضرب در 10 به توان منفی 6، فاصله یکیشون از مرکز 6 رادیکال 2 سانتی متر، حواستون باشه 6 رادیکال 2 توان 2 میشه 36 ضرب در 2 ضرب در 10 به توان منفی 4. خب اینو حساب کنیم، 9 با 36 میزنم میشه 4، مخرج ما یه 8 میاد، صورت یه دونه 3 میاد و 10 به توان 7 هم ایجاد میشه. چون اینجا 10 به توان 6 داریم، بهتره که من اینو بنویسم 38 یا 38 ضرب در 10 به توان 6. 38 30 تقسیم بر 8 15 تقسیم بر 4 7.5 تقسیم بر 2 میشه 3.75 ضرب در 10 به توان 6. اینجا بعدش خیلی مهمه، یعنی الان من فهمیدم مؤلفه میدان ای همچین چیزی میشه، چند عددش هم نوشتیم 3.75. بچا 10 به توان 6 رو ول کنید فعلا، برایند چنده من میدونم این Q1 لعنتی هم که اینجا قرار گرفته یه میدانی میده، حالا یا جاذبه یا دافعه، مثلا من دافعه بگم میدانی میده که میشه این، برایند این آبی و نارنجی که من نوشتم میشه 6.25. آبی چنده؟ 3.75. برایند چنده؟ با رنگ صورتی مینویسم 6.25. اون وسطی نارنجی چنده؟ من نمیدونم، میتونم به دست بیارم، بله یاد ستایی های فیثاغورس بیفت، آبی و نارنجی بر هم عمودن، یعنی فیثاغورس بگیری باید بشه 6.25. 3.75 3 تا 1.25، این 5 تا 1.25، وسطی باید چی باشه؟ 4 تا 1.25 باشه، یعنی میدان وسط ما باید بشه 5، یعنی این 5 باید مساوی باشه با 9 ضرب در 10 به توان 9 ضرب در Q1 تقسیم بر فاصلش به توان 2. بچه اعداد مشخصه، گزینه هم متفاوته، من اصلا 10 به توان 9 و سانتی و میکرو اینا نمیذارم، میگم 5 مساویه با فاصله چنده اینجا هم؟ اینجا هم 6 رادیکال 2، 36 ضرب در 2 رو مخرج میذارم، یه 9 صورت دارم، Q1 هم من نمیدونم چنده، 36 با 9 میزنم میشه 4،
Q1 میشه مخرج من میشه 8، Q1 میشه 5 80 40، تا Q1 عددی رو میزنم که 4 داده، یعنی گزینه 3 میشه جواب ما بر حسب میکرو کولون. یه سوال محاسبه خفن که حتی داخل کشورش از این خفن‌تر بود، چون که دو تا مربع داشتیم اونجا زلهاشون مثل هم نبود، اذیت کرده بود. سوال 224 بخش انرژی خازنشو من بحث نمی‌کنم، فقط بخش ظرفی قسمت اولشو. میگه اختلاف پتانسیل الکتریکی دو سر خازن رو 10% کاهش میدم، یعنی وی رو 10% کم میکنم. بچه ها اگه وی بوده 10% کم کنم میشه 0.9 وی. میگه بارش چجور تغییر میکنه؟ خب ما میدونیم بار برای خازن کیو مساویه با سی در وی، سی که عوض نمیشه، فقط وی داره کم میشه، میشه 0.9 وی. پس بار جدید ما میشه 0.9 سی در وی. خب چه بلایی سرش اومد؟ حالت اول بچه ها کیو مساوی سی وی بود، الان شده 9 دهم. چقدر کم شده؟ 10%. یعنی یا گزینه 3 درسته یا 4، که ما یه بقیه شو کاری نداریم چون انرژی خازن حذف شده. سوال 225 بخش مدار. فقط من اعدادشو یکم بهتر بگم. بچه اعدادشو خوب بگیم. امیدوارم مشکلی نباشه. تاره خوب نمیبینیم. این 3، این 1.5، این 2 ایشالله، و این 3 فکر میکنم. این پایینی مقاومت پایین 3. میگه در مدار روبرو آمپرسنج آرمانی و ولسنج آرمانی چه عددی رو نشون میدن؟ میخوای سوال مدار حل کنی؟ یه لحظه یه نگاه کلی به مدار بنداز، شاید یه اتصال کوتاهی وجود داشته باشه. اتصال کوتاه داریم؟ بله. مگه اینجا آمپرسنج آرمانی قرار نگرفته؟ بله. یعنی انگار اصلا وجود نداره، انگار سیمه. خب من میبینم این 12 اوم بدبخت حذف میشه. چرا؟ چون اتصال کوتاه. این 4 اوم موازی با اون حذف میشه. چرا؟ چون اتصال کوتاهی نه. 4 رو بچه ها نمیبینن، اینم حذف میشه. یعنی من میتونم بگم الان اصلا چیزی به اسم این 4 وجود نداره و چیزی هم به اسم این 12 وجود نداره. این میشه مدار من. حالا میگه آمپرسند چی رو نشون میده؟ آقا آمپرسند جریانی رو نشون میده که ازش عبور میکنه، جریان کل مدار. آیه کل مدار رو باید حساب کنیم. ما میدونیم آیه کل مدار میشه ای باتری که مدار داره 12 تقسیم بر آر داخلی 2 به اضافه آر معادل خارجی. آر معادل خارجی رو چجوری حساب میکنی؟ میگه این 3 و 1.5 میشه 1، 1 با 2 میشه 3، 3 با 3 میشه 6، و آر معادل شما میشه 6. یعنی 12 تقسیم بر 8 میشه 1.5 آمپر. بعد امیدوارم این 2 بوده باشه 3 نباشه. اینو من 2 گرفتم. خواسته دیگه سوال چیه؟ میگه ولسنج رو نشون میده. آقا بریم سراغ ولسنج. شما قبول دادید این دوتا میشه 1 دیگه موازی هم. من به جای این دوتا یه دونه 1 بذارم، 1 شو حذف کنم، این بالایی هست میکنم، به جای این 3 دونه 1 میدارم. حالا میگه اختلاف پتانسیل این دو نقطه چنده؟ خب جریان رو داری بنده خدا، حساب کن دیگه. آیه رو شما دارید، آیه شما شده 1.5 آمپر. اینجا مثلا من میگیرم نقطه آ. خب دانش آموز حرفه‌ای سری تشخیص میده که میشه مقاومت ها 3، معادلشون 3 تا 1.5 میشه 4.5، اختلاف پتانسیلش میشه 4.5، یعنی جریان 1.5 و 4.5 جواب شما میشه گزینه 3. ولی میخوای حل کنیم، میگی وی آر رو مینویسم، در جهت جریان از مقاومت ها عبور میکنم، یه دونه 1.5 کم میشه، یه 2 تا 1.5 هم کم میشه، میشه 4.5 تا کم میشه، به بی میرسم. اختلاف پتانسیل یعنی وی بی منهای وی آی آی منهای بی چند میشه؟ میشه 4.5 تا. جواب شما میشه گزینه 3. به هر حال هر جور حلش کنی. سوال 226 خیلی سوال خفنیه. میگه در شکل روبرو توان الکتریکی مصرفی مقاومت آر 2 چند واته؟ آر 2 کیه؟ آر 2 اینه. من یکم اعدادشو مشخص کنم باز، شاید یکم تار باشه. این 1 آمپره، این 4 آمپره، این 6ه، این 9ه، این پایینم 90ه. بچه 4 آمپر میاد میرسه اینجا، این 4 آمپر یه بخشش میاد پایین، یه آمپرش اومده اینجا. یعنی چقدرش اومده پایین بچه؟ 3 آمپر اومده پایین. کاری که شما انجام میدید الان، حواستون باشه اینجا رو. میگید من بیام چی بنویسم؟ اینجوری بگم، بگم اختلاف پتانسیل این نقطه، این دو نقطه در واقع،
چجوری به دست میاد؟ از اون نقطه بالا حرکت کن بیا پایین. 3 6 تا میشه 18 تا. اختلاف پتانسیل این دو نقطه میشه 18. خب این اختلاف پتانسیل دقیقا به دو سر این طرف هم وصل شده دیگه. اینا باید بشه 18. خب اختلاف پتانسیلی که اولا اینجا داریم چنده؟ 9 1 9 تا. مگه نباید بشه 18؟ بله. چقدرش میمونه؟ 9 تا. یعنی اگه من از این مسیر بخوام بیام چه جریانی باید از 90 بگذره که اختلاف پتانسیل 9 به من بده؟ 90 مقاومت ما 1/10 آمپر. تموم شد. اختلاف پتانسیل این دو تا نقطه رو هم به دست آوردم. 9. خواسته سوال چیه؟ توان این. آقا توان این چجوری به دست میاد؟ توان میشه اختلاف پتانسیل در آی وی در آی. خب بچه ها مگه ما 1/10 پایین نیومد از اون 1 آمپر؟ 1/10 میاد اینجا. چقدرش میاد این وسط؟ 9/10. اوکی. جریان رو به دست آوردم. اختلاف پتانسیلش هم که 9. توان میشه وی در آی. وی شما 9 بود. آی شما 9/10 بود. 9 تا 9/10، 8 و 1/10 وات. جواب شما میشه گزینه 2. این سوال خیلی قشنگ و حرفه‌ای. سوال بعدی 227 که در شکل زیر چقدر سوال مدار داشته. با بستن کلید اختلاف پتانسیل دو سر باتری 40% کاهش پیدا میکنه. R1 چند او هست؟ اختلاف پتانسیل دو سر باتری 40% باید کاهش پیدا کنه. ببینیم وضعیت چجوری میشه. این به چه معنی است؟ ما میگیم اختلاف پتانسیل دو سر باتری V مساویه با EMN های IR. E12 بچه ها آی که بستگی داره مقاومت مدار چی باشه که آیو به دست بیاریم میگه نمیدونیم. و آرم که چنده؟ آرم که 4. این میشه اختلاف پتانسیل دو سر باتری. توی دو حالت مختلف بچه ها ما داریم اینا رو. حالت اول کلید بازه، ولی اگه بسته بشه میشه حالت دوم. اختلاف پتانسیل شما 40% کم میشه. حالت اول اگه V1 باشه، حالت دوم وقتی که کلید بسته بشه اسمشو بذاریم V2 اختلاف پتانسیل دو سر باتری 40% کم بشه 6/10 V1. یعنی توی حالت دو 12 منهای جریان جدید، اسمشو میذارم پریم، کاش پریم نذارم، 1 و 2 نوشتیم دیگه، جریان دو بالای جریان 1 در 4 باید بشه 6/10. نسبت بگیری از اینا، از این 6/10 V1 و V1 نسبت بگیریم، میشه 6/10 مساویه با 12 منهای I2 ضرب در 4 تقسیم بر 12 منهای I1 ضرب در 4. اینجا یه رابطه بین I1 و I2 شما به دست میدید. طرف این وسط این کنیم میشه 6 12 تا 72 منهای 24 تا I1 مساوی با 120 منهای 40 I2. 120 72 اختلافشون میشه 48. 48 مساویه با یه رابطه بین I1 و I2 میخوام پیدا کنم اینجا اینجوری بنویسم ببینم خوب از آب در میاد یا نه جواب میده. فقط میخوام طولانی نشه خیلی حلم. یه جور دیگه هم من میتونستم این کارو انجام بدم. اختلاف پتانسیل دو سر باتری وقتی که 40 تا کم میشه، خب اوکی بنویسیم اینو، حالا این میشه 48 و این 72 رفت اون طرف، اختلافشون شد 48. این 40 I2 میاد این طرف میشه مثبت 40 تا I2 منهای 24 تا I1. رابطه بین I1 و I2. نکته ریزی اینجا وجود داره بچه ها. وقتی که اینجا بسته میشه کل این طرف اتصال کوتاه میشه، یعنی شما مدارتون فقط میشه این. میتونی جریانشو این حالته دوم حساب کنی. I2 شما مشخص چنده؟ چرا؟ چون I مساویه با E تقسیم بر R. I2 شما E شما میدونید 12، R داخلی 4، R خارجی هم 4 میشه 1.5. 12 تقسیم بر 8 میشه 1.5 آمپر. پس من میتونم بگم 48 مساویست با 40 تا 1.5 که میشه 60 منهای 24 تا I1. از اینجا هم I1 به دست بیاد، یعنی 12 مساوی میشه با 24 I1 و I1 1/2 میشه. آیا حالت اول میشه 1/2؟ آقا حالت اول یعنی چی؟ یعنی وقتی کلید بازه. 1/2 باشه من پایین بنویسم، جریان اگه 1/2 باشه یعنی ای باتری
که 12 آر داخلی باتری مخرج 4 به اضافه آر معادل این اتفاق افتاده و شما نتیجه میگیرید اینجا باید آر معادل مساوی باشه با چند؟ 12 تقسیم بر چند میشه 1/24. آر معادل باید 20 باشه. بچه آر معادل رو نگاه کنید، این دوتا موازی هم میگیرم ایکس اینا رو با این 12 سریه، یعنی میشه ایکس به اضافه 12، با این 4 هم بازم سریه میشه ایکس به اضافه 16، یعنی آر معادل شما که 20ه خب میشه 16 به اضافه ایکس. ایکس هم معادل اون دوتا موازی است و من نتیجه میگیرم ایکس مساویه با 4 میشه 4 اوم. بچه ایکس 4 اومه، موازی 6 و چند میشه 4، 6 و چند میشه 4، 6 و 12. این آریه باز من میخواد باید 12 اون باشه، گز نیست. از کجا فهمیدی 12؟ خب بنویس، میگم میشه 12. سرعتی دانش آموز میتونه تشخیص بده، اعداد تکرار میشن، اعداد خیلی مهمه سرعتت بالا باشه. سوال 228، سوال قبلی سوال سختی بودا. 228 ساده تره. در مدار روبرو شدت جریان عبوری از 4 اومی، 4 اومی اینه چنده؟ خب بچه اول جریان کل رو حساب میکنیم، با رنگ صورتی مینویسم که با بالایی مخلوط نشه. جریان کل ما چنده؟ ای تقسیم بر آر معادل. ای 20، آر داخلی هم که نداره 0، آر معادلت هم باید حساب کنیم. چرا این جریان رو میخوام؟ چون که کلش رو حساب میکنم بعد تقسیم جریان انجام میدم. این 12 و 4 معادلن، موازین، میشه 3. 12 و 4 میشه 3. 3 و 7 سریان میشه 10. این 10 که ایجاد میشه با این 10 موازیه میشه 5. 5 با این 5 اینجا سریه میشه 10 و مخرج ما میشه 10. 20 تقسیم بر 10 میشه چند؟ میشه 2 آمپر. کل جریان ما 2 آمپره. بچه‌ها میرم سراغ تقسیم جریان. 2 آمپر از قطب مثبت خارج میشود. پایین میاد 2 آمپر، 2 آمپر پایین میاد میرسه اینجا. باید تقسیم بشه. خب ما دیدیم این 10 بود، معادل همه اینا هم میشد 10. پس از این دوتا یکیش میره بالا، یکیش میاد اینجا. یک میرسه اینجا باید تقسیم بشه. x تاش میاد از این 12 عبور میکنه، 3x تاش میاد از این عبور میکنه، یعنی 4x شما میشه 1، x میشه 1/4. پس خواسته سوال میشه 3 تا 1/4، یعنی 3/4 جریان عبوری از 4می میشه گزینه 2 جواب شما. سوال 229، وارد بخش مغناطیس میشیم. 1 ساعت و 2 دقیقه فیلم تحلیل هستش. مطابق شکل زیر، پروتونی با سرعت 10 به توان 4 متر بر ثانیه وارد میدان مغناطیسی یک نواختی به بزرگی فلان میشه. تنها نیروی مغناطیسی که به پروتون وارد میشه فقط مغناطیسی، تنها نیروی مغناطیسی به پروتون وارد میشه، شتاب حرکت چنده؟ بچه عددشو خیلی سریع میتونی تشخیص بدی چند میشه، اما جهتش پروتون وارد مسیر میشه طبق قاعده دست راست، میگه 4 انگشتم در جهت حرکت، خم شدن انگشتان به سمت میدان، نیرو به سمت بالاست. پس این پروتون یک نیروی به سمت بالا بهش وارد میشه، پس شتابش هم به سمت بالا میشه. یعنی چیزی میزنی که جی داره، جی ها میشه جوابت. اما اندازه شتاب گزینا شبیه به همن، متاسفانه اوردر نمیتونی بزنی. شما آیتون مساوی با اف تقسیم بر ام. اف چنده؟ اف میشه کیو وی بی. کیو بار ما هستش که 1.6 ضرب در 10 به توان منفی 19، وی 10 به توان 4 و بی هم که میدان مغناطیسی 170 گوسه، 170 ضرب در 10 به توان منفی 4، من می نویسمش 17 ضرب در 10 به توان منفی 3. جرم هم که جرم پروتون 1.7 ضرب در 10 به توان منفی 27. 17 و 1.7 با هم ساده میشن میشه 10. این 10 به 10 و با 10 به توان منفی 3 میشه 10 به توان منفی 2، با این پایینیه میره و مخرج ما میشه 1.6 ضرب در 10 به توان منفی 15 اگه اشتباه نکرده باشیم. کیو وی بی ام 27. وای 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 وای، من چرا 2 گذاشتم؟ از حواسمون نبود. میبینم تو گزینه‌ها نیست جواب من، همش هم درسته. ام 1.7 ضرب در 10 به توان منفی 27. خب 1.7 با 17 میره میشه 10 و الان صورت منفی 3 و منفی 19 میشه منفی 22، مثبت 4 ازش کم بشه میشه منفی 18. منفی 18 با 10 به توان منفی 27 9 تا اختلاف داره. پس چیزی که من به دست میارم، یه 10 هم اینجا داریم، جواب ما میشه 1.6 ضرب در 10 به توان
8 جواب ما میشه. یه بار دیگه چک کنیم، یه بار دیگه چک کنیم. بچه ها صورت مثبت 4 با 1 میشه مثبت 5، با این منفی 3 میشه مثبت 2، مثبت 2 و این منفی 10 به توان 19 چی میشه واسه ما؟ دقت کنید، مثبت 4. چیکم شکل من در هم میشه می نویسم روی این چقدر گیر کردیم، چه داستانی. خب توان منفی 3، مثبت 4، مثبت 1، اینم یک، مثبت 2، این میشه منفی 17. منفی 17 با منفی 27 میره میشه 10. 1 و 6 ضرب در 10 به توان 10 جواب شما میشه گزینه 1. گزینه 3 نبود، اشتباه نکنید. میبینی فقط حساب کتابش خیلی دقت میخواد، طراح هم میدونه چی بده معمولا که دانش آموز رو به چالش بکشه و زود نتونه جواب بزنه. سوال 230 که خیلی راحته. در شکل زیر حلقه رسانه‌ای به مساحت فلان داریم، عمود بر میدان مغناطیسی دارد بدون تغییر جهت، میدان در 1 میلی ثانیه 200 گز کاهش پیدا میکنه. مساحت این حلقه رو به ما داده، عمود بر میدانه، میدان ما متغیره، بدون تغییر جهت هم 200 میلی کاهش پیدا میکنه. میگه در این مدت نیروی محرکه القایی چنده؟ بچه ها نیروی محرکه القایی شما میدونید میشه دلتاش فی به دلتا تی فی شاره. حالا دیگه من منفی و این و اینا رو ننوشتم، اینش یکه دیگه. تغییر شار ما ناشی از تغییر میدانه، این میشه آ دلتا بی به دلتا تی. گفته در 1 میلی ثانیه، گزینه ها متفاوتن، من 1 رو میذارم مخرج، آ مساحت 606 میذارم، دلتا بی چقدر کم شد 202 میذارم، 6 دوتا میشه 12، اونیو میذارم که 12 داره، یا این جوابه یا این جوابه. بچه این درون سوه داره کم میشه، نباید کم بشه، پس باید یک القایی اینجوری به وجود بیاد، پس باید جهت جریان القایی داخل حلقه به صورت ساعتگرد باشه، 1 و 2 ساعتگرد. گزینه 4. سوال 231 بچه حذف شده، این اطلاعات رقم با معنا و خطا حذف شده، وجود نداره. اما سوال 232 میگه اگه تندی جسمی در یک مسیر ثابت بماند، تندی عوض نشه، کدام مورد الزاماً درسته؟ بحث کار و انرژیه. من میدونم اگه تندی عوض نشه، یعنی اندازه سرعت ثابت باشه، طبق قضیه کار و انرژی جنبشی دلتا کا هم قطعا صفر خواهد بود. دلتا کا صفر باشه نتیجه میگیرم کار کل صفر خواهد بود. گزینه رو چک کنیم، میگه کار نیروی خالص وارد بر جسم صفره. بله بچه این درسته، کار کل میشه کار نیروی خالص یا جمع تک تک کارها صفره. انرژی مکانیکی جسم ثابت میمونه. الزامن اینجوریه؟ نه. الزامن اینجوری؟ نیست. این غلطه. می الف باید باشه تو گزینه ها، یا این درسته یا این. پرچی نیروی خالص وارد بر جسم صفر است. نیروی خالص وارد بر جسم صفر است. این خیره. میتونی مثال نقضش رو بگی؟ آره. حرکت ماهواره رو دیدی؟ ماهواره به دور یه مثلا زمین به چرخه. این ماهواره باشه، اینجوری میچرخ حرکت میکنه، خب چه نیروی بهش وارد؟ یک نیروی گرانش بهش وارد میشه، وزن. نیرو صفر نیست، ولی این با سرعت ثابت به چرخه، چون اون نیروی وزن عمود بر حرکت کار انجام نمیده، پس انت پی غلطه. فقط الف درسته، جوابش میشه گزینه 1. انرژی مکانیکی جسم خب الزاما ثابت نیست، ممکنه انرژیش کم و زیاد بشه، اما نمیتونیم بگیم که همچین وضعیتی رو ما داریم. 233 در شکل زیر فشار هوا برابر 76 سانتی متر جیو است و فشار گاز محبوس در لوله 2 سانتی متر جیو است. یه گازی اینجا گیر افتاده این بالا، فشارش 2، پس قطعا این داره به من اینو میگه که اگه خلع بود 76 تا بالا میره، اما اینجا 2 سانتی متر جیو ما فشار مقاوم داریم، پس قطعا 76 تا بالا نمیره، 74 سانتی متر این جیوه داخل ظرف به دلیل فشار هوایی که اطراف وجود داره بالا میره. یه در دمای ثابت لوله رو چند سانتی متر بیشتر در جیوه فرو ببریم تا فشار گاز در اون لوله بشه 3. بچه‌ها این سوالو من فقط واسه این دارم بهتون میگم، این حذف شده. چرا؟ چون قانون گاز هاست. ولی من اینو توی اگه اشتباه نکنم کنکوریوم دیدم تغییر دادن اعدادشو و به جواب میرسید. اون قسمتی که دمای ثابت میگه شما باید یه چیزی به دست بیارید و اون رو بهتون گفته و نیاز نیست دیگه بنویسید با چیزی که حذف شده. میشه اونجا حل کرد سوال، ولی اینجا الان نمیشه، چون که دمای ثابت حذف، شما باید بیاید قانون گازها رو بنویسی، بگی P1V1 مساوی P2V2 که ندارید، بچه ریاضی دارن ندارید و نمیتونید سوال حل کنید. ولی خب توی کنکوریوم
حل شدهش رو داره که من حالا دیگه اطلاعات اونجا رو ندارم و بررسی نمی کنم سوالو. فقط نکته ای که مهمه بدونید این 74 سانتی متر باشه، اینجا دو باشه، فشار گاز 76 بوده، باید جمع اینا با هم برابر بشه. 234 میگه در شکل زیر سه مایه مخلوط نشدنی به چگالی 8 دهم و 2 و 4 و مایه سوم با چگالی رسته به حال تعادل قرار دارن. سطح مقطع لوله 2 جرم مایه سوم چقدره؟ خب باید مشخص چی کار کنی؟ یه دونه هم فشار میزنیم. خط هم فشار منو پایین ترین سطحی که میتونم بزنم اینجاست. اینجا میشه هم فشار من. این نقطه فشارش میذارم نقطه 1، این نقطه اسمش رو میذارم نقطه 2. فشار نقطه 1 مساوی با فشار نقطه 2. نقطه 1 بالا سرش چی وجود داره؟ از مایه رو 1 20 سانتی متر. پس فشاری که میده رو جی هاشه. و بچه جی ها رو من میزنم، حواست من باشه فشار هوا دو طرف وجود داره، وارد معادله نمیشه فشار مینویسم دیگه، نمیام این طرف بگم فشار هوا هم هست اون طرف هم فشار هوا هست، فشار هوا وارد ماجرا نمیشه. پس رو 1 ضرب در 20 میزنم میشه 20 تا رو 1 به اضافه رو 2 چقدر ارتفاع داره؟ اینجا 5 سانتی متره، میشه 5 تا رو 2 که رو 2 هم 2 و 4ه، حالا فعلا جایگزین نکنیم، رو 2 ضرب در 5 این مساوی میشه با رو 3 ضرب در ارتفاعش، ارتفاعشنده الله اعلم نمیدونم h، رو 3 ضرب در h 20 تا رو 1، رو 1 8 دهم میشه 16، رو 2 هم 2 و 4 5 تا 2 و 4 میشه 12، جمع اینا میشه چند؟ میشه 28، یعنی رو 3 ضرب در h میشه 28. بچا یکاها چی بود؟ این سانتی متر بود، این گرم بر سانتی متر مکعب بود. پس من اگه جرم میخوام، ام میخوام، باید رو در وی بنویسم، وی حجمه، میشه رو در آ اچ. من این رو در اچ رو به دست آوردم، 28 ضرب در آ کن میشه جواب دیگه، 28 ضرب در 2 میشه 56، جواب شما میشه گزینه 1. و سوال 235 آخرین سوال میگه در دمای 0 درجه طول دو تا میله آلومینیومی و فولادی با هم برابر، هر کدوم 4ه، دمای میله ها رو چقدر زیاد کنم که اختلاف طول اونها بشه 2 و 3؟ میگه آلفا میندازم، آلفای آلومینیوم فولاد 11 و نیمه، آلفای آلومینیوم 23 در به توان منفی 6 هم که 1 سانتی، آلفای کی بیشتر؟ آلومینیوم. پس قطعا آلومینیوم به اندازه 2 و 3 دمای میلی متر افزایش طول بیشتری داره، یعنی دلتا ال آلومینیوم منهای دلتا ال آهن یا فولاد، گفته فولاد رو با اس میذارم استیل، مساوی با 2.3 میلی متر. تموم شد سوال. بچه دلتا ال میشه چی؟ ال اولیه آلفا دلتا تتا، دلتا تتا یکسان، ال اولیه هم یکسان، من فاکتور میگیرم ازشون، فقط میمون آلفا، آلفای آلومینیوم 23 ضرب در 10 به توان منفی 6، این یکی 11.5 در به توان منفی 6 از هم کم میشن، میشه 11.5 اختلافشون ضرب در 10 به توان منفی 6، این مساوی با 2.3 میلی متره. ال اولیه ما 4 متره، بچا به میلیمتر بنویسمش میشه 4000، چرا؟ چون که اون طرف میلیمتره. یا نه میتونی اون طرفو در به توان منفی 3 بذاری، فکر میکنم اینجوری بهتر باشه. 4 دلتا تتا نمیدونم چنده، 11 و نیم ضرب در 10 به توان منفی 6، 2 و 3 میلیمتر، 2 و 3 دهم ضرب در 10 به توان منفی 3 به متر. منفی 3 با منفی 6 میزنم میشه منفی 3. دیگه چیکار کنیم؟ دلتا تتا دیگه مشخص شد، دلتا تتا مساوی با 2 و 3 طرف معلوم، یه در به توان منفی 3 میره اون طرف مثبت میشه، تقسیم بر 4 میشه جواب شما، یه 11 و نیم هم داری. در به توان 3 بچه ها من یکی از صفراشو میدم 23 بشه، بشه 23 ضرب در 100 تقسیم بر 4 ضرب در 11 و نیم، اینا با هم ساده میشه میشه 2، میشه 204 و 50 درجه سلسیوس افزایش دما گزینه 3. این از تحلیل فیزیک تجربی خارج کشور، فکر میکنم مفید باشه چون خیلیاتون اینو خواسته بودید و بار اول بود سوالاتو میزدید، به صورت کامل بررسی کردیم، امیدواریم نتیجه خوبی واسه شما داشته باشه. دمتون گرم، خدا نگهدار، خداحافظ.